در حالی از سوی مردم پیگیری می شود که مقام های جمهوری اسلامی بارها و در زمان های مختلف پایان اعتراضات و خاموش شدن شعله خشم مردم را اعلام کردند. همکارم آریان ریسباف از اتاق خبر صدای آمریکا با ماست با مرور حوادث روز دوشنبه در ایران. آریان صبح شب. پیام دیروز رو میشه روز حسین رونقی دونست. موج نگرانی ها و همدردی ها و پیگیری های مردم برای حمایت از حسین رونقی، این فعال سیاسی که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذای تر زد و در دو روز گذشته هم اعتصاب خوش رو آغاز کرد، هر لحظه بزرگتر شد. مردم معترض و نگران با حضور در خیابان‌های اطراف بیمارستان دی، جایی که گفته میشد حسین رونقی اونجا بستری بود، همبستگی خودشون رو با این زندانی سیاسی اعلام کردند. عکسی ببینیم از حسین رونقی بر تخت بیمارستان در حالی که مادرش کنارش حضور داره، اما در نهایت پدر حسین گفت خبر تحت درمان قرار گرفتن حسین رو دروغ محض میدونه و در نهایت خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد حسین رونقی شب گذشته مجدداً به زندان اوین بازگردانده شد. در ادامه خانواده رونقی نسبت به وضعیت جسمانی حسین اظهار نگرانی کردند و از یورش نیروهای امنیتی به خانه پدر حسین رونقی برای بازداشت برادرش حسن خبر دادند. نیروهای امنیتی روز گذشته به خانه خانواده رونقی حمله کردند تا برادر حسین رونقی رو بازداشت کنن، اما حسن رونقی تونست از دستشون فرار کنه. ماموران حتی سعی کردن ماشین حسن رونقی رو با خودشون ببرن، اما موفق نشدن. در نهایت نیروهای امنیتی پیغام گذاشتن که حسن رونقی باید روز سه‌شنبه خودش رو به اداره اطلاعات بناب معرفی کنه. اما 58مین روز اعتراضات سراسری در ایران، تحصن و تجمع اعتراضی دانشجویان طبق معمول نقطه شروع اعتراضات بود. اینجا دانشگاه علوم پزشکی قزوینه. دانشجویان دانشگاه شریف هم در اعتراض به بازداشت و ممنوع الورودی دانشجوها و رفتارهای زننده و نامتعارف حراست در روزهای اخیر تحسن کردند. بریم به دانشگاه الزهرا، جایی که دانشجویان پله‌ها رو به رنگ خون درآوردن با این توضیح: خون جوانان آبان از هر کوی می‌خروشد. کرمانشاه، تصویر آشنای این روزها، دختران بدون حجاب اجباری. نارمک، دختران بدون حجاب اجباری از مردم برای شرکت در اعتراضات و اعتصابات دعوت میکنن. مراسم سوم یلدا آقا فضلی، دختری که برای مدتی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد و چند روز پس از آزادی جان باخت. اما مراسمی که دیدید با حضور نیروهای لباس شخصی و ضد شورش و شلیک گاز اشکاور و گلوله پینتبال به هم خورد.
بریم به روستای بویوران سردشت، مراسم سومین روز درگذشت هیمن حمزه. و تصویری ببینیم از تهران، بزرگراه یادگار.